حرفه من روزنامه نگاریه، من دیدگاه نویس هستم واسه روزنامه وال استریت جورنال. الانم پشتم دفتر ما در لندن، دو ساله برای وال استریت جورنال این کارو انجام میدم. قبل از اونم حدود 3 سال روزنامه نگاری به صورت حرفه‌ای کردم، ولی اون موقع دانشجوی حقوق بودم. در زمان خودم هر چند وقت یکی در زمان آزادی که داشتم مقاله می نوشتم. بعد از اینکه دانشگاه حقوق رو تموم کردم، به جای اینکه وکیل بشم تصمیم گرفتم به صورت حرفه‌ای برم تو روزنامه نگاری، تو کار روزنامه نگاری. و وال استریت جورنال در دفتر اصلیشون در نیویورک منو استخدام کردن به عنوان معاون سردبیر بخش نقد کتاب، و تازگی شغلم عوض شد، شدم دیدگاه نویس و در دفتر لندنمون حالا کار میکنم. من رفتم به طرف روزنامه نگاری در حالی که در دانشکده حقوق بودم. وقتی که وارد دانشکده حقوق بودم واقعا میخواستم برم به کار وکالت، ولی در حالی که داشتم درس حقوقم رو میخوندم، اتفاقات سال 2009 در ایران افتاد و من شروع کردم نوشتن در مورد اتفاقاتی میدم. و با اینکه در تماس بودم با خانواده و دوستان در ایران، میتونستم یه پرسپکتیوی در نوشتارم داشته باشم که کسای دیگه‌ای که ایرانی نبودن یا دسترسی به کسایی که داخل کشور باشن بتونن بهشون اطلاعات بدن کمتر دارن. من همچنین دسترسی داشتم و در نتیجه شروع کردم یه سری مقاله ها نوشتم، و مثلا روزنامه باستون گلوب، مجله نیو ریپابلیک، جاهای متفاوت این مقاله ها رو به عنوان روزنامه نگار مستقل چاپ کردم. و کم کم دیگه انقدر برام جذاب شد این که میتونستم برای برای خواننده ها، برای در محیط عمومی و در بحث عمومی شرکت بکنم، برای من خیلی جذاب تر بود تا کار وکالت، که با اینکه اتفاقا وکالت و روزنامه نگاری با هم شباهت هایی دارن و میتونه کسی که وکیل بشه خیلی موفق باشه در کار روزنامه نگاری، برای اینکه همون نوع نوشتار خوب البته مهمه، بتونین سوال پرسیدن، خجالت نکشیدن از لحاظ اینکه کسی رو نقد کردن یا حرفای دیگرونو باشون به صورت بی خجالت بحث کردن. این دوتا حرفه با هم یک شباهتایی دارن، ولی برای من خیلی جذابتر بود که مستقیما برم تو کار روزنامه نگاری. و خوشبختانه بعد از اینکه مدرسه دانشکده وکالت رو تموم کردم، وال استریت جورنال منو استخدام کرد. من سال 1363 به دنیا اومدم، یعنی 1985 میلادی. وقتی 13 سالم بود، تقریبا 14 سال، با خانواده‌ام آمدم امریکا. در نتیجه خاطرات از ایران دارم. البته هیچ وقت برنگشتم، و همونطور که بیننده هاتون میبینن شاید یه مقدار زبان مادری رو به صورت کامل یاد نگرفتم، ولی خاطرات خیلی جالبی دارم. من دبستان رفتم و 2 سال راهنمایی در ایران، و اون تجربیات در واقع دیدگاه های الانم رو به میزان زیادی شکل دادن. خوششانس بودم از لحاظ اینکه محیطی بودم، از یه خانواده طبقه متوسط در ایران به دنیا اومدم، ولی میتونم بگم بدون معمولا این آدم وقتی این لغت رو میگه مقدار به خودش میخنده، ولی خانواده نسبتا روشن فکرانه. مادرم هنرمند بود، نقاش بود، پدرم معمار بود، و توی محیطی به دنیا اومدم که کتاب های غربی، موسیقی غربی، ایده های لیبرال همیشه دور و برم بودن، و
این خیلی برای من مفید بود وقتی که داشتم وقتی که اومدم امریکا، یعنی از لحاظ زبان خیلی خوب البته راحتی‌های داشتم، ولی از لحاظ سیاسی هم شکلم داد. برای اینکه این اولین چیزی که خاطرات یا تفکر سیاسی که به عنوان یک نوجوان در ایران من حس کردم، این حالت دوگانگی زندگی در ایران، اینی که تو خونمون میتونین فیلم، رمان، نمیدونم بحث سیاسی آزاد، ولی وقتی میری بیرون از خونت باید حرف سیاسی نزنی، من که ممکنه خونه بدت یا خودتو به خطر بندازی، جو متعصبی وجود داره. و خب این دوگانگی اولین چیزی بود که اولین حسی بود که وقتی که من کم کم شروع کردم فکر سیاسی خودم رو کردم، این چیزی بود که منظر من اومد که این دوگانگی یا دو فکری یا اون چیزی که اورول میگه دابل ثینک، یه چیز ناراحت کننده و واقعا سرکوبگرانه است که باید آدمایی که اینجا هستن در غرب باید سعی کنن از بین ببرن. و مثلا ما که ایرانیایی که خارج از کشور هستیم، چون میدونیم اون وضعیت چجوریه، میتونیم کمک بکنیم به هموطنانمون که از اون یه مقدار با دسترسی با رسانه آزاد بتونن از این فشار زندگی دوگانه و دابل فکر کردن فرار کنن. والا فیلم هایی که خیلی اثرش راستش بخواییم، وقتی بچه بودم خیلی فیلم های البته مثلا علمی تخیلی، چون فکرش بکنیم من اون موقع 12-13 سالم بود، فیلم های علمی تخیلی، من یادم یه مدت زیادی وقتی که مثلا 6 یا 7 سالم بود من عاشق استار وارز بودم و یه نوار بیتامکس استار وارز رو داشتم و هر روز با خودم توی کیفم می بردم و هر روز این فیلم رو نگاه می کردم. بعد یه روزی یادمه که این سال دبستان، سال اول دبستان بود، این فیلممو قرار نبود، یعنی مادر بزرم مطمئن بودن که من اینا تو معمولا تو کیفم نباشه، ولی اشتباهی یه دفعه با خودم بردم مدرسه و یکی از همکلاسیام اینو پیدا کرد و واسه ما یه مقدار درد سر ایجاد کرد، ولی نه خیلی جدی. کم کم بزرگتر شدم، فکر کنم مارک توین برای من خیلی مهم بود، فارسی هاکلبری فینو به زبان فارسی خوندم، شاید اون مهمترین کتاب بود وقتی که قبل از اینکه به امریکا اومدم و به زبان فارسی خوندم. والا من بدون سوال اینترنت، رسانه های عمومی مثل فیسبوک و توییتر تأثیر خیلی بزرگی داشتن، اونطوری که من از خارج از کشور میتونم ببینم. وقتی که نگاه میکنم به فیسبوک ایرانی، میشه گفت، یا توییتر ایرانی، دسترسی به اطلاعات خیلی زیاده، با این که البته نظام سعی میکنه که این رسانه ها رو سرکوب کنه و نظر مردم ازشون استفاده بکنن. اما به خاطر قدرت رسانه های عمومی مثل توییتر و فیسبوک و جوری که همه صداها رو یکسان میکنن، صداها همه با هم قاطی میشه، یه مقدار اون ایده ها و صداهایی که در دوران گذشته ای به قول معروف مشخص تر بودن، اینا یه مقدار پشت صحنه میرن و برای مردم این نگرانی واقعا فقط در محیط ایران نیست، همه جا هستش. به نظر من، من فکر میکنم که بزرگترین مشکل ایرانیا
و اینکه به دموکراسی لیبرال نرسیدن اینه که یه مسئله فرهنگیه و اونم اینه که ما مسئولیت برای تاریخ خودمون قبول نمی کنیم. این که میبینیم توی تفکر سیاسی ایران و تا این یه مسئلهی که تو خاورمیانه اصلا کلن یه مشکل بزرگی هست، ولی در ایران مخصوصا میبینیم اینه که همه دنیا رو و همه اتفاقات دنیا رو از طریق توطئه یا توطئه شناسی مردم سعی میکنن بفهمن اتفاقات بین المللی رو. در نتیجه هیچ همیشه اگر یه اتفاق میفته به خاطر اینه که پشت صحنه یه نیروهای تاریکی معمولا غربیا یا نمیدونم اسرائیل نمیدونم و کسان دیگه دارن پشت صحنه این کارهای تاریکی انجام میدن و این دلیل اینکه آدم ها به این نوع فکر به طرف این نوع فکر کردن میرن این به خاطر اینه که نمیخوان مسئولیت قبول بکنن برای وضعیت خودشون، چه باشه در اینکه چرا ما الان جمهوری اسلامی داریم، حتی بعضی که ممکنه مخالف نظام باشن به جان که بگن ببینید خیلی مردم ایران یه موقعی انقلابی کردن که اشتباه واقعا بزرگی بود، اشتباهی بود که ایرانو خیلی عقب برد از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ سیاسی. این انقدر فاجعه بزرگیه که برای اینکه برای خودشون بخوان توضیح بدن باید بگن که لابد انگلیسی‌ها مثلا آقای خمینی رو آوردن. البته خود نظام هم از این نوع فکر خیلی از همه بیشتر استفاده میکنه، اینی که همه مشکلات دنیا رو و همه مشکلات ایران رو تقصیر این نیروهای خارجی میندازه. این عدم اینی که آدمان مسئولیت برای خودشون قبول نمیکنن برای زندگی روزمرهشون گرفته چه زندگی ملی یا گروهیشون، به نظر من اگر یک مشکل رو میتونستم من روش انگوش بذارم این میبود. من خیلی ساده میگم، یه فرمول ساده اینه میدونی که آزادی که اینجا داریم ما، که واقعا یعنی من میتونستم، این فقط یه مسئله شانس بود که میتونستم خانواده من ویزا بگیرن و گرین کارت بگیرن بیان آمریکا. در نتیجه هیچ چیزی به غیر از یک شانس یا یک به قول معروف نیستش که من اینجا هستم. در نتیجه چون اینجا هستم من خودم رو مسئول میدونم، چون ممکن بود که الان تو ایران باشم و زیر سرکوب و نه بدون آزادی بیان و من باید این به قول معروف خوششانسی که دارم از این لحاظ رو، این به من یه حس مسئولیت میده که برای ایرانیایی که دلشون میخواد یک محیط آزادتری داشته باشن، آزادی بیان داشته باشن، آزادی فکر داشته باشن، آزادی سیاسی داشته باشن، من باید سعی کنم به اونا کمک کنم به این دسترسی داشته باشن و بهش برسن. خیلی کارا میشه کرد، البته روزنامه نگاری یکیشونه، انواع اقسام کارهای دیگه میشه کرد از لحاظ کار سیاسی، برای اینکه محیط اینجا چه اروپا در یا چه امریکا اگر دلت بخواد فضا خیلی بازه. یک چیزی که من میبینم و باید بگم که خیلی ناراحت کننده هست اینه که اتفاقا خیلی از ایرانیایی که از کشور میان بیرون، حتی کسایی که فعال سیاسی بودن و زندان رفتن یا انواع اقسام نوع دیگه، که من خودم شخصا میدونید نه زندان رفتم نه میدونم داخل اوین چجوریه، ولی کسایی که حتی رفتن ولی وقتی میان اینجا به دلایل متفاوت، حالا میتونیم اون دلایل هم در موردشون حرف بزنیم، اتفاقا بلافاصله اولین چیزی که میشن منقد غرب میشن، میدونی میگن البته خب ایران یه نوع دموکراسی خودشو داره متفاوته، ولی خب غربم مشکلات بزرگی داره و من اینجام احساس آزادی نمی کنم، درسته که اونجا مثلا مجبور بودم حجاب سرم کنم ولی اینجام سیستم یه جور سرکوب های دیگه هست. اینا
این ضعف فلسفیه و به هوش همدیگه کسایی که اینجوری حرف میزنن به هوش خودشون و کسایی که مجبورن شعاراشون رو بشنون توهین میکنن، برای اینکه میدونیم آزادی واقعی چیه. نه من نمیگم غرب عالیه، ولی یک آزمایش آسون برای هر کسی که اینجور حرفا رو میزنه. من اگه دلم بخواد الان تو لندنم، میتونم برم وسط خیابون. این البته بهش میگن تست آزادی میدان و من اینو اختراع نکردم، مال ناتان شارانسکی، مخالف خیلی معروف ضد رژیم کمونیست شوروی، میگفت اینو آزمایش بکن، برو تو میدان اصلی هر شهری و بگو رهبر اون کشور اشتباه میکنه و باید بره، یا حتی احمقه، یا توهین بکن. تفاوت به قول معروف جوابی که میگیری از این حرکت واقعا تفاوت بین جامعه آزاد و جامعه ترسه. من الان میتونم برم وسط خیابون لندن یا واشنگتن بگم که من بر علیه آقای کامرون هستم، بر علیه آقای اوباما هستم، بر علیه همه سیاستاشون هستم، بر علیه اصلا قانون اساسی آمریکا هستم. من دلم میخواد نمیدونم کشورم سوسیالیست باشه، کمونیست باشه، فاشیست باشه، هر چی میخواین بگین میتونم بگم و هیچ کس با هم کاری نداره. اینو این تفاوت خیلی مهمه و این حالتهای آدمایی که دو تا چیزی که با هم متفاوتن و به خاطر اینکه درست در مورد مسائل سیاسی واقعا فکر نمیکنن مساوی میکنن، میگن بله امریکا هم البته خودش رو جورای سرکوب میکنه ولی ایران هم بله یه مشکلاتی داره. این تفاوت بین دموکراسی لیبرال و کشورهای سرکوبگر برای من خیلی روشنه و آرزو میکردم که بیشتر ایرانیایی که از کشور میان بیرون دسترسی به آزادی میافتن بلافاصله نمیشدن منتقد غرب و سیستم دموکراسی لیبرال. دو چیزه به نظر من، یکیشون و این حتی به کسایی که مهاجرت نکردن فقط نیست، این مشکلیه که من میبینم در جوانای ایرانی آمریکایی، یعنی جوانایی که ایرانی هستن ولی آمریکا به دنیا اومدن، احساس میکنن که تو این محیط، محیطیه که هویت گروهی رو بهش احترام میذاره. یعنی مثلا واسه کلیمیا هویت گروهی دارن، سیاه پوستای آمریکایی هویت گروهی دارن و با این گروهی بودن، چه ارمنی باشن، چه هم گفتم کلیمی، عرب، سیاه پوست، مکزیکی، هر چی باشه، جامعه پوان میده اگر بتونی به صورت با یک صدا حرف زدن. و ایران، جوانای ایرانی چه از کشور اومده باشن بیرون، چه اونایی که تو آمریکا یا تو اروپا به دنیا اومدن، هم میخوان میدونی اون هویت گروهیشون رو دفاع بکنن. ما ایرانی هستیم. متاسفانه وقتی که اونو تبدیل میکنن به فعالیت یا سخن سیاسی، میشه دفاع کردن از نظام جمهوری اسلامی. این تفاوت خیلی به نظر من مهمیه، برای اینکه من شدیداً غرور دارم به ایرانی بودن، به ارزش‌های ایرانی، ولی میتونم اونا رو جدا بکنم از جمهوری اسلامی و اگر که حتی اصلا اون دوتا چیز با هم مخالفن. و چون من افتخار میکنم به ایرانی بودن، دلیل نمیشه که تو محیط خارجی بخوام دفاع بکنم از نظام جمهوری اسلامی. این یه چیزشه. دومیش اینه که در محیط رسانه اینجا، یعنی در غرب، خیلی روزنامه ها و آدم هایی که تو دانشگاه ها هستن، آکادمیک ها، دوست دارن که ببینن کسایی که مثلا مخالف رژیم ایران بودن بیان نقد بکنن از سیستمای خودشون. میدونین چی میگم؟ یعنی که بگن که خب ببین ایشون زندان اوین رفته ولی میگه که سیستم ما ایرادای بزرگی داره، یعنی سیستم غربی.
البته خب اونا نمیدونن برای اینکه زندان اوین نرفتن، ولی چون به همچین آدمایی به قول معروف کسایی که اومدن بیرون اگر ضد امریکا حرف بزنی دوست دارن که بهتون فضا بدن، اونا هم سو استفاده میکنن از اون فضا برای اینکه میبینن که اوه پس ببین اگر من نقد بکنم از امریکا بیشتر به هم توجه میشه. اینم یه مشکل دیگه ای. من فکر نمی کنم بهشون بتونم بگم که سن شجاع باشین برین جلو، برای که من در اون محیط نیستم و خیلی آسان تره که اینجا بگم و شجاعت کنین حرفی که دلتون میخواد و بزنین، وقتی که اون واکنش هایی که توی ایران خواهند داشت و من نخواهم گرفت اینجا. ولی چیزی که میتونم بگم اینه که کسایی که داخل کشور هستن و میخوان وارد این کار بشن خیلی بهشون کمک خواهد کرد اگر که یه مقدار همه رک‌تر بودن، کل ایرانیان، نه چقدر خارج از کشور باشن یا چقدر چه داخل کشور. این به نظر من وقتی که وارد بحث‌های بین ایرانی ها میشم همیشه میبینم که هر بحث سیاسی رو از مثلا مقاله میخونم یا برنامه های تلویزیونی نگاه میکنم، هر بحث سیاسی از 2500 سال پیش شروع میشه، بعد تاریخ و تا روز نمیدونم از این به قاجار برسیم تا نمیدونم هخامنشین و قبل و جلو تا برسیم به حرف الان با 10 تا شرط بندی و نمیدونم فلان. به نظر من خیلی اگر یه مقدار میتونستیم نوع بحث کردن و نوع نوشتن و روزنامه نگاری اینجا رو یه مقدار آوردن به محیط ایران خیلی کمک میکرد. اینی که رک بری به حرفی که میخوای بزنی، شرط بندی نکنی، 10 تا کوالیفیکیشن نذاری قبل از اینکه حرفتو بزنی. میدونید چی میگم؟ اگه دقت بکنین مثلا فیسبوک ایرانی رو نگاه بکنین، همه وقتی که مینویسن میخوان یه حرف سیاسی رو بزنن معمولا 3-4 پاراگرافه. درست میگن؟ اول میگن دوستان گوش بدین، ده تا شرط بندی، کوالیفیکیشن، معذرت خواهی تا برسی به حرفی که میخوای بزنی. این به نظر من نوع نوشتن یه جور این نوع نوشتن به نظر من یک آینه‌ای به نشون میده به مشکلات سیاسی که میبینیم. یعنی این دلیل اینکه اینجوری مینویسیم و اینجوری بحث میکنیم، این خودش مربوط به یک انعکاس میکنه مشکلات داخلی سیاسیمون. و اگه بتونیم یه مقدار رک‌تر بشیم، یه مقدار مستقیم‌تر بشیم، به نظر من واسه همه ایرانی‌ها چه خارج از کشور یا چه داخل کشور مفیده.